برای دومین بار در هفته های اخیر اقدام حتاکانه قرآن سوزی در سوئد با مجوز دولت این کشور به اجرا گذاشته شد و متعاقب آن موجی از خشم و اعتراض مسلمانان در سرتاسر دنیا به راه افتاد. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه فرمایید. پنجشنبه 20 ژوئیه برای دومین بار طی 3 هفته اخیر اقدام حتاکی به قرآن در سوئد با مجوز رسمی پلیس این کشور مقابل سفارت عراق در استکهلم اجرا شد. در این تجمع بار دیگر با حمایت شدید پلیس سوئد به قرآن کریم حتاکی شد و پرچم عراق نیز به آتش کشیده شد. یک روز پیش از آن چهارشنبه 19 ژوئیه پلیس استکهلم اعلام کرده بود که جهت یک تجمع اعتراضی در بیرون سفارت عراق در استکهلم مجوز صادر کرده است. در همین حال برخی رسانه‌های سوئدی گزارش داده بودند که احتمالاً برپا کنندگان این تجمع اعتراضی قصد سوزاندن مجدد کتاب مقدس مسلمانان را خواهند داشت. پنجشنبه ساعتی پیش از اجرای حتاکی مجدد به قرآن کریم به دعوت حامیان مقتدا صدر، جمعی از معترضان به هتک حرمت قرآن به سفارت سوئد در بغداد حمله کردند و بخش‌هایی از آن را به آتش کشیدند. وزارت خارجه سوئد طی اعلامیه‌ای اعلام کرد که دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت سوئد در بغداد در سلامت و امنیت به سر می‌برند. سلوان مومیکا، همان کسی که 28 ژوئن در نخستین روز تعطیلات عید قربان مقابل یکی از مساجد استکهلم پایتخت سوئد اقدام به آتش زدن قرآن کریم کرده بود، پنجشنبه 20 ژوئیه خود را به مقابل ساختمان سفارت عراق در استکهلم رساند و تحت حمایت پلیس سوئد علاوه بر اهانت به پرچم عراق نسبت به ساحت قرآن کریم حتاکی کرد. بر پایه تصاویر ارسالی خبرنگاران حاضر در مقابل سفارت عراق در استکهلم، شمار زیادی از مسلمانان ساکن سوئد نیز خود را به محل اهانت به قرآن کریم رساندند و با شعارهای لا اله الا الله و محمد رسول الله انزجار خودشان را از حتاکی به قرآن نشان دادند. متعاقب اقدام حتاکانه 3 هفته قبل سلوان مومیکا، شهروند عراقی سوئدی، دستگاه قضایی عراق حکم جلب این شهروند عراقی سوئدی را صادر کرد و وزارت خارجه عراق از دولت سوئد خواست تا فرد حتاک به قرآن کریم را جهت محاکمه به این کشور تحویل دهد. پیش از حتاکی دوم، دفتر نخست وزیری عراق به دولت سوئد هشدار داده بود که در صورت اهانت مجدد به قرآن کریم روابطش با سوئد را قطع می کند و متعاقب آن سفیر سوئد در عراق را از این کشور اخراج کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که از پلیس سوئد خواسته تا نامه درخواست مجوز این افراد را در اختیار این رسانه قرار دهد، اما به این درخواست پاسخ داده نشده است. پلیس سوئد برای توجیه صدور مجوز جهت تجمع حتک حرمت به کتاب آسمانی مسلمانان مدعی شده که فقط برای تجمع‌های عمومی و نه اتفاقی که در طی آن رخ می‌دهد مجوز صادر می‌کند. دولت و پلیس سوئد با قرائت خاص خود از آزادی بیان، زمینه اهانت و حتک حرمت کتاب مقدس بیش از 1 میلیارد مسلمان روی زمین را فراهم و بسترساز خشونت و بروز ناامنی و رشد افراطی‌گری در کشورهای اسلامی و حتی در اروپای غربی را می‌نماید. سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی و دولت‌های اسلامی و علما و مراجع تقلید هر یک جداگانه این اقدامات موهن و نفرت پراکنانه را محکوم کرده و خواستار توقف این حتاکی‌ها و عوامل آن شدند و این محکومیت‌ها همچنین ادامه دارد. به نظر می رسد دور باطل حتک حرمت و خشونت و باز حتک حرمت و خشونت و بالعکس وارد مرحله جدیدی شده باشد و جز عقده گشایی و نفرت پراکنی و خشونت زایی نتیجه دیگری نداشته باشد. علی اکبری، اخبار شیعه. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده، سلام عرض ادب.
جناب علیزاده، سلام و عرض ادب. بله، عرض ادب داشتم خدمت شما و مخاطبان برنامه. صدای من میاد؟ الان میاد، بله، بزرگوارید. جناب علیزاده، غرب با این دوره باطل حد که حرمت به مقدسات و بسترسازی خشونت و افراطی‌گری به دنبال چیه؟ بفرمایید. ببینید، من فکر میکنم صورت مسئله رو در بستر کلی، یعنی نگاه به غرب نباید دید. چرا که واقعا این رفتاری که رفتار تحریک‌آمیز و خشونتباری شده و اهانت و توهین به احساسات بیش از 1 میلیارد مسلمان هست، این صحنه رو شما در همسایگی سوئد یعنی کشور فنلاند نمیبینید، شما در همسایگی دیگر سوئد یعنی کشور نروژ نمیبینید، در اسپانیا من ندیدم این اتفاق تا کنون افتاده باشه، یا بسیاری کشورهای دیگه اروپایی. در واقع برخی تعدادی از کشورها هستند که در واقع اتفاق افتاده و این اتفاق هم اگرچه مسئولیتش متوجه دولت‌هایی است که آزادی عمل رو دادن، در واقع توسط افرادی که سویه دین ستیزی دارند و مشخصا در اینجا اسلام ستیزی دارند، توسط اونها انجام می شود. اما اینکه چرا دولت‌ها به هر حال اجازه این رفتار رو میدهند، خب در نگاه اونها بحث آزادی اندیشه و آزادی بیان مطرح هستش. آنچه که من به واقعا این اعتقاد و این ایده اونها رو زیر پرسش میبره این هستش که این چه گونه آزادی اندیشه است که مثلا در روز عید قربان در برابر نمازگزارانی که از مسجد دارن خارج میشون، همین اقدام رو، اقدام به قرآن سوزی رو در برابر دید اینها انجام میدن. آیا این هم آزادی بیان هستش؟ یعنی از این نوع اجازه دادن این رفتار که آمدند و اولا یک کتابی که کتاب آسمانی است برای بیش از 1 میلیارد جمعیت دنیا، 1.5 میلیارد جمعیت دنیا، دوم این که در روز عید قربان بوده، اولین آتش سوزی، و دوم در هنگامی که مسلمان ها از نمازگزاران از مسجد داشتن بیرون میمدن. ببین، همه اینا رو که کنار هم بگذاریم، این اصلا در بستر آزاداندیشی و آزادی بیان نمیشه قرار داشت، بلکه این رو در بستر یک نوع اقدام تحریک‌آمیز بیشتر بایستی تفسیرش کرد که متعاقب اون هم خب واکنش‌هایی رو در سرتاسر گوشه گوشه کشورهای اسلامی داشتیم. من میخوام نتیجه گیری کنم که این رو منصفانه اگه بخوایم صحبت کنیم، نمیشود این رو در بستر کل کشورهای اروپایی یا کل کشورهای غربی قرار داد. همگیشون این سویه رو ندارن، همونطور که گفتم فنلاند، نروژ این اتفاق نیفتاده، اما در دانمارک نه فقط این مرتبه بلکه پیش از اینها هم اتفاق افتاده بود. به نظر من میرسه که یک نوع جریان‌های دین ستیزی، به مشخصا بگم اسلام ستیزی، در گوشه گوشه اروپا نضج و نمو کرده که از بستر مفهوم آزادی بیان و آزادی اندیشه آمدن تا این حد سوء استفاده کردن که اقدام به تحریک بکنن، تحریک، اقدامات تحریک آمیز کنن، آنچنانی که شرحش رو دادم. به هر حال در کلیت بایستی قبول کرد که وضعیت رابطه کشورهای مسلمان و پاره ای از کشورهای اروپایی و غربی در وضعیت جدیدی قرار گرفته. این وضعیت طبیعتاً قابل تحمل نیست، اما راه برون رفتش هم هنوز راه و چاره اندیشیده‌ای براش یافت نمی‌شود که چگونه بایستی با این پدیده‌ای که پدیده بسیار دلخراشی است برخورد و معامله بشه. جناب علیزاده، مردم و گروه‌های مستقل مسلمان چگونه باید در برابر این حد که حرمت‌ها واکنش نشان بدن که برخواسته از حقیقت اسلام علوی باشد و با افراطی‌گری اسلامی مرزبندی داشته باشه؟ بفرمایید. بسیار بسیار پرسش درستی است، بسیار بسیار پرسش هوشمندانه است. به دلیل اینکه ببینید، در بخش قبلی گفتم خب رفتارهای افراطی، تحریک‌آمیز، سوء استفاده از آزادی بیان، آزادی اندیشه، این رو توضیح دادم که در قالب این اقدامات
انجام شده. اما خب واکنش در برابر اون چه خواهد بود؟ آنچه که محل پرسش شماست. خب آیا به عنوان مثال حمله کردن به سفارت و آتش زدن یک سفارت، آنچنانی که در مورد سفارت سوئد در عراق مشاهده کردیم، آیا می توانیم این رو پاسخی در خور اون اقدام دانست؟ من مسلما این رو رد میکنم، به دلیل اینکه سفارت خانه ها هر آنچه که اشتباه هم کرده باشند طبق قوانین مسئولیت های دیپلماتیک که امر مسلمی است در تاریخ بشریت، امر مسلمی، سفارت خانه مسئولیت داره. نمیشه به سفارت خانه اقدام کرد یا به اعضای سفارت خانه رو گروگان گرفت، آنچه که آنچنان که بارها و بارها و بارها این عمل شنیع در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود. پس این اقدام هم به نوبه خودش محکومه. آیا معنیش این هستش که کشورهای مسلمان، مردم مسلمان منفعل باشن؟ خیر، اصلا بحث من این نیستش که انفعال داشته باشن. از قضا همین هفته های اخیر، همین دو هفته اخیر، یک اقدام بسیار پسندیده و بسیار اصولی و بسیار حرفه‌ای توسط کشور پاکستان به نمایندگی از کشورهای اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد. و چه کار زیبا و پسندیده و درخوری هم انجام دادن. در اونجا آمدن و پاکستان به نمایندگی از 57 کشور مسلمان ایده ای رو، قطعنامه ای رو پیشنهاد دادن به شورای حقوق بشر که طی اون نفرت پراکنی دینی محکوم باشه. دقت بکنید چقدر زیبا به مسئله میان، میگن که آقا فقط صرفا مسئله این نیست که ما دین خودمان، کتاب آسمانی خودمان رو بهش حساس هستیم، حتی به کتاب آسمانی که شما دارید، هرچه دین شما هستش، شخصیت های محترم دینی که شخص مثلا آن دیگری، آن دیگر کشور داره، بودایی، مسیحی، یهودی، هرچی، به اون هم بایستی حساسیت به خرج داد. اینو در یک بستر کلی قرار دادن تحت عنوان مخالفت با نفرت پراکنی. این قطعنامه هم، این بیانیه هم رأی آورد، رأی بسیار خوبی هم آوردش و اقدام بسیار مثبتی بود که وقتی شما بحث نفرت پراکنی رو محکوم کنید، ذیل اون نفرت پراکنی در مورد اسلام، قرآن، شخصیت‌های مقدس اسلام، جهان اسلام، درباره اینها هم شامل اینها هم می شود. ببینید این اقدام دولت پاکستان رو نگاه کنید، با مقایسش کنید با حمله کردن به سفارت سوئد در عراق، آتش زدن سفارت، اون کار به شدت اصلا خلاف عرف دیپلماتیک هستش. اقدامی که دولت پاکستان انجام داده و به شرحی که توضیح دادم بسیار اقدام مثبتی بوده، اما این هم بیافزایم که اقدام خوبی بوده اما شرط کافی نیست. یعنی این بدین معنی نیستش که خب همین مقدار بسنده کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه آنچه که تصویب شد، توضیح دادم، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اتفاق افتاد، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتفاق نیفتاد. مجمع جایگاهی بالاتر از شورای حقوق بشر داره و مثلا همین طرح میتوانه به مجمع عمومی برود یا به یه مناسبت دیگری شاید در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام بشود، یا اقداماتی از این دست که میخوام بگم که در عین اینکه میتوان منفعل باقی نماند، میبایستی اقدامات سنجیده قرار گرفتش که به هر حال فاصله قرار بگیره بین رفتار خشن تحریک آمیز آن کسانی که قرآن سوزی میکنن و مثلا جریان اسلامگرایانی مثل آتایش، چون به هر حال اون هم که یک شعار لا اله الا محمد رسول الله اونجا نمیشه، دلیلش این نیستش که اینها رفتار پسندیده داشتن. در قالب اسلامیز بیشترین ضربه ها رو اتفاقا به کشورهای مسلمان همین داعش و طالبان و امثال اینها زدن. پس در این وسط باید یک مرز عقلانیتی رو ترسیم کرد که در این حالی که منفعل نباشه اقدام سنجیده‌ای انجام بشه، به عنوان نمونه همونی که پاکستان در شورای حقوق بشر انجام داد، ولی شرط کافی نبوده. من پیشنهادم این هستش که چنین موضوعی، چنین ابتکاری به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم به عنوان یک راهکار دیگر برود و البته اقدامات مشابه این را می شود در نظر گرفت. تشکر میکنم از شما. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما همراه بودند.